این رو خیلی علاقه من بودم که با شما در میون بذارم نظرمو و یک نکته که میخوام خواهش کنم، نمیدونم خارج از حتی این بحثم ممکنه باشه، اما میخوام مؤسسان پنجم رو یادآوری کنم جناب اردشمچی، که من از برادر مسعود میخوام اسم من رو هم این مؤسسان پنجم بنویسه، که طی 42 سال گذشته همینجور که دست در دست مجاهدین داشتم، از الان تا آخرین لحظه زندگی کنار شما، همراه شما مجاهدین، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم در خدمتتون باشیم برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران آزاد فردا. درود بر شما برادر عزیزم نوید. از آخرین نکته که گفتین شروع میکنم. چقدر زیبا گفتین و مثل همه ما اشرفی ها و اشرف نشان ها خواستار این شدید که برادر مسعود اسم شما رو هم یادداشت بکنه در این مؤسسان، که من الان در رابطه با اون نکاتی رو عرض کردم و 100% حق با شماست. خامنه ای در واقع بدون ذره تردید، خامنه ای در ایزولاسیون مطلق داره این انتخابات رو انجام میده و من توضیح دادم چاره ای جز این نداشت. هر کاری میکرد بدون تردید سردگونی خودش رو تسریع میکرد، اگرچه که با این کاری هم که کرده، یعنی با به وجود آوردن این مترسک به جای رئیس جمهور، رژیم خودش رو بغایت لاغر، تعادلش رو بغایت ناپایدار. شما میتونید تصور کنید یک هرمی که قاعدش اینقدر کوچیک میشه که فقط یک جلاد در اونجا میگیره، طبیعیه که با تنه مردم، با ضربه قیام ها، با ضربه کانون های شورشی بسیار آسونتر سرنگون خواهد شد. و درست به همین دلیل بسیار بجاست که شما در چنین شرایطی خواستار ثبت نام در مؤسسان پنجم بشید، هرچند که من 100% قبول دارم شما و اشرف نشان های دیگه مدت هاست که در این مسیر ایستادید تا اینکه مقاومت پایدارتون و مقاومت سرافرازتون رو به این نقطه رسوندین. نوید عزیزم درود بر شما و من مطمئنم همونطور که گفتین جامعه جهانی از طریق این کهکشان، از طریق این گرد همایی بزرگ، آلترناتیوی که معرفی میکنه به خوبی و روشنی درک خواهد کرد که مردم ایران چه میخواند. درود بر شما. خب بعد از تماس برادرمون نوید از رومانی گوش بدیم به صحبت‌های سعید از نروژ. سلام می‌کنم به سعید، خواهش می‌کنم بفرمایید. با سلام خدمت آقای رفیعی. سلام عزیز شما. و برادر شفیع طریف عزیز. سلام بر شما و درود بر شما. با سلام به رزمندگان آزادی در اشرف سه. همچنین سلام مخصوص دارم بر کانونای شورشی، جانبرکفانی که برای تحقق آزادی در ایران با این رژیم منحوس می جنگن. رژیم آخوندی در بحرانای زیادی به سر میاد. صدای اعتراضات اقشار مختلف به سطوح آمده جامعه به گوش می رسه. مال باختگان بورس، معلمان، بازنشستگان، کارگران، پرستاران، سوختبران، کولهبران و حتی کشاورزان که کمتر سابقه این داره که در این حکومت اعتراض داشته باشن، ولی الان صدای اعتراض همشون به گوش میرسه. زندگیشون از خط فقر گذشته به خط بقا رسیده. گرانی‌های بی حد و حصر جان مردم رو به لبشون رسونده. کرونا همچنان قربانی میگیره. در اخبار داشتیم که آخرین قربانیان به 306,000 نفر رسیده. اگه تو گذشته رژیم از کرونا به عنوان مانع قیام استفاده میکرد، حالا واکسیناسیون به عنوان یک خواست عمومی مطرح میشه. رژیم آخوندی به علت ناکارآمدی توان حل مسائل مردم رو نداره. جنگ گرگان به اوج خود رسیده.
هر کدام به برای دیگری تیغ میکشن. همونطور که بعد از شریف گفتن، احمدی نژاد که خودش یه زمان جز همین رژیم بوده و جنایات زیادی کرده، میاد انتخابات رو تحریم میکنه. سعید قاسمی از اون طرف میاد شاخشونه براش میکشه. خامنه‌ای برای بستن شکاف در رژیم به قیمت رسوایی میاد همه کاندیداها رو قلقم میکنه تا کاندید مطلوب خودش که رئیسی باشه به صحنه بیاره و رژیمش رو تکپایه کنه. اما پس از رد صلاحیت ها باز خامنه‌ای دچار تضادی شد که همه اون مزدوران که رد صلاحیت شده بودن از جمله لاریجانی دچار مسئله شدن. اینا آمد خامنه‌ای گفت که اینایی که تا رد صلاحیت شده باید دلجویی بشن، اما شورای نگهبان دستین خودش حرفش رو گوش نکرد و براش تره هم خورد نکرد. میگه ملاکای ما در رد صلاحیت قانونی بوده. مردم به طور یک پارچه انتخابات رژیم رو تحریم کردن. آشکار و پنهان مردم میگن ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. حتی میگن در دوره قبل هم اشتباه کردیم رأی دادیم. مادران شهدا به صورت تکی انتخابات رو نفی میکنن و یا در مزار شهیدانشون جمع میشن، در اونجا دست در دست هم میگن، میگن رأی ما سرنگون بود، دادخواه خون فرزندانشون هستن. در هیچ مقطعی از تاریخ حکومت آخوندی تا این اندازه مردم از این رژیم متنفر نبودن و بر علیه رژیم موضع‌گیری نکرده بودن، اما حالا میبینیم آشکار در کوچه و خیابون موضع‌گیری میکنن بر علیه. بازی اصلاح طلب و اصولگرا هم که برای کشاندن مردم به پای صندوق رای دیگه گذشته. از اونجا که خودشون میدونن که مردم در انتخابات شرکت نمی، خامنه‌ای به صحنه میاد میگه که رای ندادن از گناهان کبیره است، یا امامان جمعهش رو میفرسته به صحنه تا با شیادی و دجالیت و استفاده از مذهب مردم رو ترغیب به انتخابات بکنه. میگن کسی که در انتخابات شرکت نکند کافر است. مثلا سعید عزیز معذرت میخوام، سعید عزیز دو نفر رو همراه خودمون رو خط داریم، اگه میشه خواهش می‌کنم قدری کوتاه‌تر صحبت بفرمایید که صحبت به بقیه دوستان برسه. با توجه موقعیت انقلابی جامعه که از هر طرف صدای اعتراض بلنده و آتش فشان خشم مردم ریشه آخوندها رو میره بسوزانه، قدم مسعود اعلام مؤسسان پنجم کرد که نشان میده جامعه وارد مرحله تازه شده. امسال هم کهکشان از اهمیت ویژه برخورداری که با همه توشه توان در پی انجام شد. همراه با کانونای شورشی در داخل من هم میگویم برادر اسم مرام بنویسید. با تشکر. درود بر شما. درود بر شما و به خصوص درود بر درخواست آخرتون که راجع به نکاتتون من یک جا بعد از اینکه هموطنان اون صحبت کردند نکات بسیار زیبایی که گفتین توضیح خواهم داد. بله خیلی مشکرم. رضا از سوئد رو همراه خودمون داریم و حسن از فرانسه. سلام میکنم به رضا، خواهش میکنم بفرمایید. رضا از سوئد خواهش میکنم بفرمایید. خب ظاهراً رضا صدای ما رو دریافت نمی‌کنه، ممکنه تماسشون قطع شده باشه. گوش بدیم به صحبت‌های حسن از فرانسه. سلام بر شما، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام عرض کردم، سلام دارم خدمت شما. سلام دارم خدمت آقای ابوشمچی. سلام بر شما، سلام بر شما برادر حسن، بفرمایید. چقدر خوشحالم از دیدنتون، هم شما و هم آقای رفی. من سخن کوتاه می‌کنم، خواستم از این فرصت استفاده کنم و پیامی داشته باشم خطاب به سردار بزرگ، به قول خانم مرضیه فرمانده مسعود، فرمانده کبیر انقلاب مردم ایران. و اگه اجازه بدید یه شعر کوتاهی بخونم. بله بفرمایید. بله. تا
کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد. در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد. یعنی که تو را میطلبم خانه به خانه. روزی که برفتند حریفان پی هر کار، زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار. من یار طلب کردم و او جلوگه یار، حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار. هر در که زنم صاحب آن خانه توی تو، هر جا که روم پرتوی کاشانه توی تو. در میکده و دیر که جانانه توی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو. مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. اجازه بدین سخن کوتاه کنم، بگم که سردار بزرگ اسم من رو هم بنویسید در مؤسسان پنجم. افتخار دارم که در زیر پرچم شما تقاضای نامنویسی بکنم و در زیر این پرچم در کنار شما و در کنار همه آزادی خواهان این مملکت، این میهن برای آزادی، امیدوار باشم که در کنار شما باشم. روی شما را دور میبوسم و ممنونم از این که این فرصت برای من فراهم شد. درود بر شما. درود بر شما برادر حسن عزیزم. در واقع شما با این شعر نغز و زیبای خودتون حسن جان حرف دل همه ما رو زدی. چقدر زیبا انتخاب کرده بودین، تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر موجه چون سیل روانه. واقعا حرف دل همه کسایی که عاشق آزادی هستن تو ایران. و در این 50 و چند سال از دور و نزدیک شاهد بودن که چه کسی شمع و شعله آزادی رو به هر قیمت فروزان و روشن نگه داشته. و امشب من مجدداً این افتخار رو داشتم که شاهد صحبت‌های سردار برادرم مسعود به قول خانم مرضیه بودم از سیمای آزادی، که چند سؤال رو پشت سر هم مطرح می‌کرد که اگر ما به این جواب ندیم، به این رنج مردم، به این کشتارها، به این شکنجه ها و به این دربدری ها، چه کسی جواب خواهد داد؟ البته من تو دلم هی میگفتم خودت داری جواب میدی و دادی باریکلا، به دلیل اینکه پاسخ همه اینها رو داری و ما هم مثل شما برادر حسن به دنبالش هستیم. و چقدر زیبا شما خواستار ثبت نام در مؤسسان پنجم هستین مثل همه ما. براتون موفقیت آرزو میکنم، انشالله که موفق و پیروز و سلامت باشین. بله، تماس بعدی بازم از فرانسه. سلام میکنم به رسول، خواهش میکنم بفرمایید. رسول از فرانسه، اگر که صدای منو دریافت میکنید خواهش میکنم بفرمایید. خانم مرضیه بودم از سیمای آزادی، که چند سوال رو پشت سر هم مطرح کرد. خب نمیدونم تماس رسول وصل هست یا نه. تماسش وصله، به نظر میسه این مسئله صدای سیماشون رو قطع نمیکنن. با تأخیر هم احتمالاً دریافت میکنن، در نتیجه در لحظه صدای من رو نمیشنوم. برادرمون رسول صدای ما رو میگیرین؟ رضا است دو صدا کردن با حسین. رسول از فرانسه اگر که هستید و صدای من رو میشنوید بفرمایید. کسی که جواب داد کی بود؟ متوجه نشدم. رضا از سوئد اگر که میشنوید صدای من رو خواهش میکنم بفرمایید. الو سلام. سلام بر شما، بفرمایید. عرض ادب به شما برادر حمید و ضیف عزیز. سلام بر شما، بفرمایید. رضا عزیزم، شما رضا هستید یا رسول؟ خب نمیدونم تماس رسول.
رسول وصل هست یا نه؟ بله بفرمایید، شما صحبتتون رو بفرمایید. بله صداتون میاد، بفرمایید. بله با سلام خدمت برادر حمید عزیز و برادر شریف عزیز. سلام بر شما. پیامبران و کوروش کبیر و دکتر مصدق برادر مسعود دارم که فکر میکنم که اول قبل از هر چیزی آمادگی خودم رو برای ارتش مؤسسان پنجم بگم. رضا حاضر 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 و خواهش میکنم برادر اسم منو بنویس. بله درود بر شما رضایی عزیز. مطلبی که میخواستم بفرمایید بفرمایید. مطلبی که میخواستم بگم این بود که همونطور که ما میدونیم در قرن 15 میلادی فردی کشیشی به نام مارتین لوتر، ایشون یه روز رفت توی میدونی توی که از شهرهای آلمان سند بهشت و آتیش زد. اون سند بهشتی که اون موقع کشیشا دقیقا مثل آخوندای ما در ایران مردم رو فریب میدادن با نام بهشت، جهنم اونا رو میترسوندن و ایشون اومد با یک عمل انقلابی اون سند بهشت و آتیش زد جلوی چشم مردم و گفت رابطه بین مردم فرد با خدا لازم است از طریق کلیسا بگذره، از طریق یک کشیش بگذره، از طریق قلب بگذره، از طریق روح و باورهای فرد ایمانش به خدا میگذره. و از اون روز که این رنسانس ایجاد شد در اروپا این سد تکاملی برداشته شد و اروپا به لحاظ اقتصادی، تکنولوژی، سیاسی، فرهنگی رو به ترقی رفتش، تکامل پیدا کرد تا به امروز به این کشورهای دموکراتیک رسیدش. کشور ما هم امروز حامل یه رنسانس بزرگ هستش، چه تو ایران چه تو منطقه، که پرچمدارش هم سازمان پر افتخار مجاهدین خلق که با 120,000 تا شهید داره این رنسانس رو انجام میده تا دین از دولت جدا بشه و این کشورهایی که عقب نگه داشته شدن به وسیله استعمار یا آخوندا رو به ترقی بره، رو به تکامل بره. و اگه در چارچوب صحبت امشب باشه، خب ما میدونیم که این کهکشان امسال یه فیناله بین جبهه مردم و مقاومت و این رژیم ضد بشری. و مشخصا تا الان این کهکشان هر ساله برای رسوندن صدای شهدا، صدای مردم در زنجیر بوده و امسال خیلی کیفن فرق میکنه به خاطر اینکه یه فینال نهایی برای سرنگونی این رژیم و برای اینکه مقاومت معرفی بشه در سطح بین المللی و برای سیاست گذارا. و این بسیار بسیار مهمه. چند روز پیش من خامنه ای رو دیده بودم توی یکی از کلیپا که داشت قرآن میخون، بعد از این همه سال داشت قرآن میخون. این قرآن خوندنشو من یاد خوارج انداخت که وقتی که زمان حضرت علی هواپس بود قرآن ها رو بالای نیزه کرده بودن. ایشون هم خلاصه برای مردم فریبی، عوام فریبی طبق معمول شروع کرد چند جمله از قرآن فکت آوردن. ولی ایشون نمیدونه که روستنی که ایستاده است تو این 42 سال مردم مظلوم ما روبروی سن نشسته بودند، ولی به یمن این مقاومت و این شهدا و این رهبری پاکباز که نورافکن انداخته دور تا دور این سن، پشت سن هم کاملا مشخصه مثل کریستال، مثل آفتاب. و این خامنه‌ای با این دینبازیش، با این عوام فریبیش که مردم هم داد میزدن تو خیابونا اسلام رو پله کردین، مردم رو زله کردین، دیگه تموم شد، این بازی ها تموم شده. مردم به شما میخندن آقای خامنه ای، من اینه میخوام بگم، مسخره تون میکنن. و بعد از مسخره کردن و خندیدن
اون خشم میاد، خشمی که به خاطر این مریضی، به خاطر این کرونا، به خاطر اینکه شما اجازه ندادی مردم واکسین بزنن، در حالی که تو این کشور اروپایی مجانیه، از ما خواهش میکنن ما بریم بزنیم و شما تو بازار سیاه میفروشین این واکسنو. 42 سال مردم رو کشتی، اون رئیس جمهور سال 67 30 نفر رو قتل عام کرد، سال 98 1500 تا جوونا دخترها و پسرها رو کشته. به چه روی میتونی بیای تو به مردم بگی که بیای رأی بدین اون فردی که تو منتسب میکنی، اون آدمی که کله نخودیه، هیچی حالش نیست، بوغه، سوادی نداره، 6 کلاس هم سواد نداره. و نه فقط مردم ایران، همه مردم دنیا شاهدن و دارن مسخرتون میکنن، میخندن به شما. بس دیگه با اون عبا و عمامتونه بکنین، ریشتونه بزنین تا دیر نشده. من بیشتر از این صحبتی ندارم در این مورد و فقط میخواستم از شما بعد از شریف یه سوالی بکنم اگه اجازه داشته باشم، اگه وقتی دارم. بفرمایید. میخواستم بگم که تو این 41 سال 42 سال که اختناق بود تو کشور ما، و نه این که مردم ما ندونن که معنای یک انتخاب سالم و دموکراتیک یعنی چه، اگه میشه شما در این مورد توضیح بدین که فرق یه انتخاب سالم دموکراتیک با این انتصابی که خامنه ای داره انجام میده چیه؟ با تشکر. من دیگه بیشتر از این عرضی ندارم. خیلی تشکر میکنم که تونستم تو این برنامه شرکت بکنم. درود بر شما رضای عزیز. اجازه بدید پاسخ سوالتون رو بعد از صحبت‌های رسول از بدر شریف بشنویم. بله. سلام میکنم به رسول از فرانسه، خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید بدر رسول. رسول با سلام و عرض ادب به برادر حمید و مهمان عزیزتون برادر شریف. سلام بر شما. همچنین به خواهران و برادران مجاهدم در شهر شرف اشرف سه و همچنین به کانونهای شورشی در داخل کشور. من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط میخواستم در اینجا از برادر مسعود بخوام که اسم منم توی مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش ثبت نام کنه تا تحت فرمان فرمانده کبیر ارتش آزادی بخش سردار دلهای مشتاق آزادی بند از بند این رژیم پابگور رو بکسلیم و به زباله‌دار تاریخیش پرتاب کنیم. حرف همونجور که برادر مسعود گفتن، حرف فرزندان ایران با خلیفه ارتجاع یک جمله است: ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. حاضر، حاضر، حاضر. در آخر میخواهم یادی از اشرف نشان صدیق حمید خلاق که مطمئنم که در این حاضر حاضر گفتنهای ما هم حاضر و ناظر است. همچنان که 10 روز قبل از پروازش میگفت باید آماده بود که هر آن فراخوان سرنگونی دادن برادر سریعاً باید لبیک گفت تا لباس رزم ارتش آزادی بخش رو برای سرنگونی بپوشیم. درود بر حمید و یادش گرامی با در رزم نهایی ارتش آزادی بخش در کنار ما و در صفوف ما حاضر خواهد بود. حاضر، حاضر، حاضر. خیلی ممنون از این وقتی که در اختیارم گذاشتین. شبتون بخیر. احسن، درود بر شما. درود بر برادر عزیزم رسول. و من از آخرین نکته شروع میکنم. چه کار زیبایی کردین که در واقع همراه خودتون حمید رو هم که واقعا حتما تردیدی نیست که در مؤسسان پنجم هست اسمش یادش رو آوردین و زنده نگه داشتین، که البته زنده خواهد بود، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. درود به تقاضای شما برای ثبت نام جهت اینکه تحت فرمانده ارتش آزادی بخش در رزم نهایی شرکت بکنیم و با شعار ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. فعلا واقع این شعار رو همه ما همراه شما و در واقع پشت سر برادرمون مسعود تکرار میکنیم. درود بر تو برادر عزیزم رسول. اگه اجازه میدید من یک جمله کوتاه به برادر عزیزم رضا جواب بدم. درباره انتخابات آزاد
رضای عزیز. اولین مسئله عبارت است از اینکه رژیم دیکتاتور درش مسئله انتخابات آزاد فقط یک شوخیه. در نتیجه اولین لازمه انجام انتخابات آزاد سرنگونی تام و تمام دیکتاتوره. بی دلیل نیستش که مقاومت مردم ایران از روز اول به طور بسیار روشن گفته نه شاه نه شیخ، دو نظام دیکتاتوری که هرگز درشون آزادی معنا و مفهوم نمیتونه داشته باشه و نداره. بنابراین این اولین گام بلند هست و بعد از اون همونطوری که اگر شما برنامه های شورای ملی مقاومت رو مطالعه بکنید، اینجا دیگه برمیگرده به ذات اون نیروی سرکوب کننده که تا چه حد دموکرات باشه، مثل شورای ملی مقاومت که در قانون خودش، اساسنامه خودش اعلام کرده فقط 6 ماه برای انتخاب مؤسسان، جهت اینکه مؤسسان با رأی آزاد مستقیم تک تک مردم ولو با نظارت بین‌المللی انتخاب بشه، تا اینکه اینا باشن که راجع به فرم و محتوای جمهوری جدید تصمیم بگیرن. اینجاست نقطه تحقق آزادی و بعد از اون طبیعی هستش که این مؤسسان قوانین رو خواهد گذاشت که این قوانین ضامن آزادی خواهد بود. درود بر شما. ذات و اون ماهیت و نیروی سرنگون کننده رو دقیقاً که البته در ستیز با رژیم خمینی خوشبختانه اگر نیروی متقابل عمیقاً آزادی خواه نباشه قادر به سرنگونی نیست. بله. و وسط راه یک جایی بلای سرش میاد که سر همه اومده.